گرسنگی سهم کودکان نیست هدفی که بنای کار یکی از پرآوازه ترین نهادهای خیریه ایران در دو دهه گذشته بود جمعیت امام را جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال 1378 بنا نهادند و به سرعت با حمایت مردمی و استقبال فعالان اجتماعی روبرو شدند آنها در اوج کارشان نزدیک به 6000 کودک نیازمند را زیر پوشش داشتند و به صدها زن سرپرست خانواده کمک می‌کردند. مقامها و های جمهوری اسلامی اما در واکنش به فعالیت گسترده این خیریه آنها را تحت فشار روزافزون قرار دادند و در نهایت در دوم تیر ماه سال 1399 مؤسس این جمعیت شارمین میمندی نژاد و دو عضو دیگر را بازداشت و در پایان آن سال هم در دادگاهی غیر علنی حکم به انحلال این جمعیت دادند چرا حکومت ایران یک نهاد خیریه خوشنام را تحمل نکرد آیا آنها از مستقل بودن این نهاد از حکومت واهمه داشتند در زندان بر بنیانگذار این جمعیت چه گذشت این پرسش ها را از شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام که 129 روز در بازداشت بود و حالا برای نخستین بار پس از آزادی با یک رسانه صحبت می کند پرسیدم شارمین میمندی نجات سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بی بی سی فارسی گذاشتیم میشه آغاز کنیم از وقتی که به فکر ایجاد یک بنیاد خیری یک نهاد خیری افتادی چراییش و اینکه چگونه این نهاد تشکیل شد من فکر می کنم که الان برگردیم 20 به 23 سال 24 سال پیش که ما جمعیت رو شروع کردیم همه ما کودکانی رو سر خیابون دیدیم که فال می فروشند، اسفند دود می و گل می شیشه ماشین رو پاک می با سرنوشت های نامشخص و نامعلوم با داستان ها و روایاتی که بهشون نسبت داده میشه که یه جوری انگار از دایره ذهنی ما حذف بشن این بچه ولی خب وقتی وارد زندگی این کودکان رویا باخته این کودکانی که از کودکی مجبورن با بدترین شرایط تو گرما و سرما توی خیابون بایستن کار کنن وقتی وارد زندگی این بچه ها میشید که زندگی بسیار بسیار خشن و سختی دارن به عنوان یک کودک به عنوان یک انسان به عنوان هموطن و این برای شخصی که این داستان رو میبینه وارد اون خونه ها میشه خونه که از فقر از اعتیاد از مشکلات خاص خودش در رنج وقتی وارد اون خونه ها میشه یه سوال ایجاد میکنه که چطور میتونم کیفیت زندگی این بچه ها رو بهتر کنم چطور میتونم به خانواده به مادر به پدر به ساختار و به هم ریخته خانواده این کودکان کمک کنم خب این فکر کنم اولین دقدقه هایی بود که برای ایجاد یک نهاد خیریه که بعد مهمترین بخشش هم نهاد مدنی سازی برای من بود خب به وجود بیاد فکر کنم یه بخش بخش انسانی بود و یه بخش بخشی که جامعه ما نیاز داشت به بازنگری در مفاهیم انسانی که چرا ما از این بچه ها سر گذر عبور میکنیم فال آیندهمون رو میخریم بدونیم که برای آینده این بچه ارزش قائل باشیم گلی برای مشوقمون میخریم بدونیم که ببینیم چقدر این بچه میتونه عشق جامعه ما باشه و چه جوری داره میپلاسه خب رفتم داخل دانشگاه با دوستان دانشجو با چند جوان دانشجو شروع کردیم این تشکیلات آرام آرام شکل دادن دغدغه خودمون رو بررسی کردن هدف گذاری تا رسیدیم به به سرعت به خودمون اومدیم دیدیم 23 سال گذشته و تونستیم به هر حال یک حرکتایی کنیم و بخش قابل توجهی از این بچه‌ها رو از سر چهار ها مثلا جمع کنیم کمک کنیم رسیدگی کنیم این دستاوردی که بهش اشاره می‌کنین از یک گروه فکر می‌کنم یازده نفره شروع شد بل. چه آماری دارید از اوج کار جمعیت تعداد داوطلبان تعداد کسانی که تحت پوشش بودند وضعیت جمعیت در روزهای پیش از اینکه باش برخورد بشه چگونه بود؟ دستاوردی که ما تونستیم بهش برسیم اینکه شش هزار از این کودکان رو که در شرط فوق سختی بودن به مدرسه به هویت های اجتماعی یعنی داره شناسنامه بشن به وضعیتی که بتونن تغذیه مناسب داشته باشن بتونن درست آرزو کنن درست فکر کنن درست کودکی کنن ورزش کنن زندگی مناسب داشته باشن تفریح مناسب داشتن حامی مناسب الگوی مناسب الگوی دانشجویی که رفته بود کنار این بچه و داشت بهشون کمک میکنند. و حدود 1500 خانوار تحت پوشش و 700 زن سرپرست خانوار که تقریبا دوچار آسیب با شدیدی شده بودن اینا رو بتونیم احیا کنیم بهشون شوق بدیم کار بدیم چیزی حدود 20 خورده مدرسه ما تونستیم بسازیم مراکز درمان تونستیم بسازیم و تقریبا بتونیم پنجاه کودک محکوم به ادام رو هم از ادام آزاد کنیم و برگردونیم به سر زندگی رقمی که خب جمعیت کار کرده تقریبا میتونم بگم مثلا لازم دافتلب در دنیا بی نظیره ده هزار دافتلب تقریبا یک رقم بسیار بسیار بالا و بی نظیریه. و مراکز خودگردانی که با پول طبقه متوسط، معلم، کارگر با یه صنف بزرگ و عاشق واقعا از طبقه میانه جامعه داشته اداره میشد اولین باری که فکر کردید و حس کردید که فعالیت های شما حساسیت برانگیخته از سوی حکومت و فشار داره به تو وارد میشه به خاطر اون حساسیت ها کی بود چگونه بود اولین مطالب رو روزنامه کیهان شخصیت حسین شریعت مداری شروع کرد من فکر میکنم که البته جمعیت تونس ما با شکایتی که از ایشون کردیم ایشون محکوم شد در دادگاهی در ایران برای اولین بار و حتی مشرق نیوز هم محکوم شد ولی خب قدرت اینها در دادگاه مستقل نیست در دادگاه امنیته و تونستن در دادگاه امنیت جلوی یک جامعه سازی و یک حرکت مردمی رو بگیرن چرا ما رو مثلا احساس میکردم وقتی داریم به هزاران نفر خانواده کمک میکنیم چرا وقتی مثلا در سیل و زلزله اولین نهادی که در این سیل و زلزله حاضر میشه جمعیت امام علی بود و خود آقایون نظام میکردیم که ما سه روز دیر رسیدیم دو روز دیر رسیدیم شما چرا زودتر رسیدید در سیل گفته بودن ما سه روز دیر رسیدیم اینا زودتر از ما رسیده بودن بنابراین امکان سیل لورستان، یه فیلمی از سیل لورستان بیرون رفته و میگفتن که این فیلم و جمعیت امام علی بیرون داده از آسیبهای مردم به خاطر اینکه زودتر از ما به منطقه سیل زده رسیده ببینید این توهم خود خدا که مالک همه چیز هستیم خب به یه جای رسید یا جمعیت باید ملک ما باشه بر ادبیات ما بگرده یا اگر نمیگرده ما همچین چیزی رو به اصطلاح بر نمیتابیم پیش از دستگیریتون هم یک ویدیویی هست از صحبت هایی که کردید در مورد ارقام هنگفتی که از فروش و توزیع مواد مخدر به دست میاد توسط کسانی که به حکومت نزدیک هستند و آسیب هایی که به این جوانان میرسه و بعد تازه اون جوان آسیب دیده استفاده میشن از سوی حکومت حتی برای سرکوب معترضین حضور شما تو این مناطق چه واکنشی ایجاد کرد مناطقی که این جوانان هستند اینجور جور توزیع مواد مخدر به صورت گسترده هست ببینید خب به هر حال من احساس می‌کنم که جمعیت یک شاهدی بر ناکارآمدی بخشای از سیستم بود که قطعا در توزیع و فروش مواد مخدر در ایران دست دارند رقمی که خود آقایون اعلام می‌کنن سه میلیون معتاد که ما یه حساب سرانگشتی کردیم در سال حدود سی میلیارد دلار فقط درآمد این رقم از مصرف مواد مخدر میشه خیلی بیشتر این رقم سرخوردگی های اجتماعی آسیب هایی که بعد از هر جنبش به جوانان وارد میشه و توزیع گسترده مواد بعد از هر آسیب اینا آدم رو به این نتیجه میرسونه که یک سیستمی داره این کار رو انجام میده این سوال جدی رو ما شروع کردیم به تصویر برداری، فیلم برداری، سند ساختن و ارائه به وزارت کشور، به نهادهای امنیتی اتفاقا انگار خودمون رو داریم به تله میاندازیم که آقا یه همچین مشکلاتی ما رسانه ایش نکردیم که وقتی من دستگیر شدم تقریبا تمام آرشیف، تمام صدا، تمام فیلم های بود جمع کردن که هیچی باقی نمونه نکته مهمی که ما به این مسئله شما نگاه میکنید اینه این که توضیح مواد مخدر از توضیح نون در ایران قوی تر و بهتره به سرعت به دست مشتری مواد مخدر به راحتی میرسه بسیاری از جاها شما احساس میکنید که مواد مخدر حتی سوبسید هم داره حتی کمک هم میشه حتی یک تسلیحاتی هم براش وجود داره غیر از این رقم ما یه رقم دیگه هم دیدیم الان بچه زبالگر در ایران فراوونند 6000 میلیارد درآمد پیمانکارای زباله‌گردی از این درآمد 120 میلیارد فقط به شهرداری داده میشه بقیه‌اش کجا میره پول مواد و مخدر کجا میره غیر از اینکه مواد و مخدر وارد یه محله میشه و یه محله رو ویرام میکنه یعنی شما نگاه کنید ما اومدیم دیدیم مواد و مخدر وارد یه محله میشه محله قرمز میشه تمام خونه قیمتش میفته پایین بعد یک نفر آدم میره تمام اون خونه ها رو میخره تمام اون محله رو میخره و بعد ناگهان شما میاد ببینید محله این آدمای آسیب دیده رو کوچ دادن بدون هیچ تغییره به یه محله دیگه تا کاربری اون محله رو عوض کنن و این محله حالا با دو سه تا برج و بارو ارزم به حضور شما بلورسازی و اتفاقاتی که مثلا الان داره در لب خط یا جای دیگه میفته تغییر کاربری میکنه قیمت مسکن و خانه ها دوباره بالا میره در حوالی کرج در حوالی کرمان همه جا ما دیدیم این رد پای در مشهد این رد پای حضور مواد مخدر برای کاسبی از مردم هست یا شما فرض بفرمایید بعد در مورد تجارت یا سکس دختران آسیب دیده در کنار امامزاده ها به شکل ازدواج کودک ما اومدیم بودیم آقا این آمارها هست آقایون گفتن که خب شما نگاه کنید وقتی من تسهیلات برای ازدواج کودک میذارم برای سیغه کودک رو هم میذارم دیگه اینکه شما باید ببینید بغل یه امامزاده دفتر ازدواج و طلاقه و بعد بیاد ببینید بعضی از حتی همین نهادهای به اصطلاح خیریه های وابسته به آقایون هم توی این فضا ها هستن چون سیغر امر با برکتی میدونن یک جور توریست فحشا هم دیدیم تو کشور داره اتفاق میفته خب اینا رو آدم گزارش میده و اعتراضش رو می نویسه میگه من مستاق کودکی رو دارم که این نزدیک 20 بار مثلا در این ازدواج به فروش رسیده جابجا جا شده آسیب دیده باردار شده و بچهش انداخته اینو میخواید چی کارش کنید به بخشی از مجلس دادیم به بخشی از دولت دادیم بدون اینکه در نظر بگیریم نه همون آقایونی که دارن این فضا رو ایجاد میکنن زودتر گزارشات ما رو میخونن زودتر خبردار میشن زودتر برنامه میریزم برای آسیب زدن یعنی میخوای یک بخشی از دلیل برخورده شما برخورده با شما همین بوده است که شاهد این وقایع بودین گزارش این وقایع دادین و حتی حمایت از این کودکان کردین قطعا قطعا چون واقعا ما که نمیتونستیم بین کودکان خودمون کودکان سرزمینمون و یه مصالحه کاری یا کارایی که اینا الان شما فرض کنید مثلا اگه من در مورد این چیز حرف بزنم آقایون میگن سیانمایی نه واقعیت نداره پس این همه بچه آسیب دیده پس این همه فقر موجود چیه پس این همه رنجی حتی شما الان میبینید که طبقه متوسط هم داره فروپاشی میکنه در ناکارآمدیای های سیاسی اقتصادی ایران داره طبقه متوسط فروپاشی میکنه ما یه وعده های چهار ساله داریم که حالا ببینیم با جهان میسازیم یا نه که من فکر میکنم حتی این وعده ها برای اینه که این بحران های بیشتر ادامه پیدا کنه حالا نکته مهم اینجاست که جمعیت امام وقتی وقت اعتراضات یه بیانیه داد در مورد اینکه از کودکان آسیب دیده در سرکوب مردم استفاده نکنید وقتی یک کودکی مکرر در فشار عصبی و روانی باشه و مورد حمایت قرار نگیره مکرر تجاوز بشه مکرر آسیب ببینه وقتی وارد اون ساختارهای به اصطلاح یا زندان یا ساختارهایی که آقایون به هر میدونیم این ساختارها رو تولید میکنن بعد از به اصطلاح یه دوره ای ما متوجه شدیم دارن از این ساختار را استفاده میکنن نیرو میگیرن وقتی این بچه وارد اون ساختار را میشه وقتی من این بچه رو ندیدم وقتی به این بچه کمک نکردم راحت تر میاد تو صورت من ساچمه میزنه یعنی ما با یک لوب باطلی مواجه شدیم که بله نز... یک بخشی از نظام داره اه... با مواد مخدر شما نگاه کنید شاکی پرونده من اه... سارالله قرارگاه سارالله که بخشی از سرکوبش نیرا... نیروهای نیرا... سرکوبش هیچ انصاف و انسانیتی ندارن هیچ گونه اخلاقی ندارن عبور کردن از این اخلاق این بخش در اون ساختارها بزرگ شدن و پرورد... پر... پرورش یافتن در ساختاری که ما حضور نداشتیم یعنی همون ساختاره آدم های آسیب دیده رو تبدیل کنن به آدم های جدید آدمهایی برای حفاظت از نظام وقتی جمعیت ورود کرده به این بخش بازجوی های محترم صحبتشون این بود که این شش نفری ای که بچه ای که شما کار کردید اصلا بمیرن برن زیر گل چون تربیتی که شما کردید تربیت است که ما نمیخوایم تربیت ما سرباز سوریه است تربیت ما کودک افغانیه که بلند شه بره برای سوریه به جنگ ریشه این که جمهوری اسلامی با یک نهاد خیریه که مستقل از خودش هست مشکل داره به نظر شما چیست؟ اگر موجز بخوام بگم خب ناظر شدن جمع مطالبهگر جوان بر بیکفایتی خودش تغییر الگوهای مفهومسازی که به حال نظام تصاحب کرده برای خودش و میخواد بگه الگوهای معنوی این چیزهاست و به یه نوعی که ما میبینیم مثلا با همین الگوهای معنوی ما داریم معنویتمون دست میدیم مثل ایمان مثل عشق مثل امید اینا رو همه واجه قلب شده است و در نهایت به نظر من یک جامعه سازی که در فضای قبیله ای که اون بخش از حاکمیت میخوان به حال احساس مزاحمت براشون شد در این دادنامه ای که شعبه پنج حقوقی مجتمع قضایی در مورد جمعیت رو شما منتشر کرده رسما نوشتن که شما مثلا در زمان اعتکاف در سیزده رجب مناسک اعتکاف پیشنهاد اعتکاف در قلب کودکان را به جای مراجعه به مساجد طراحی نموده یا در ایام محرم به جای عزاداری بر سادار شهیدان طرح طفلان مسلم مبنی بر حمایت از کودکان فقیر را جایگزین نمودید یعنی رسما دارن میگن که شما به جای اینکه عزاداری کنید و برید توی مسجد شرکت کنید در مراسم اعتکاف به خودتون اجازه دادید برید به کودکان کمک بکنید ببینید دقیقا اینجا نشون داده میشه که اون مراسمی که دوستان دارن برگزار میکنن یک جور انتزاع فکری است نه انضمام اجتماعی یعنی یه جور شما رو داره در هپروت تفکر خودش غرق میکنه که وس خیلی خوبه ما همه به هستیم در حالی که ما داریم جهنم شهرمون رو میبینیم در حالی که داریم دردهای کودکانمون رو میبینیم در حالی که میبینیم انسان مؤمنی که داره در این جامعه سازی میشه در ساختار حکومت وجود نداره همه ما به دهکار هستیم که دارن از درد شبانه روز ناله میکنن که خدا یکی به ما نجات بده یکی کمکمون کنه یعنی این هویت رو احساس میکنید کاسب کاران دینی که میخوان اشارات نادرستی برای ادامه حکومتشون و بقاشون بزنن کاسب کاران دینی خوششون نمیاد اتفاقا تو همین اشاره میکنه که شما ما اینو برای تاریخ می نویسیم که چقدر نظاممون مظلومه و جمعیت داره جلوی نهادهای دیگه قد علم میکنه بله اینجا مخصوصا گفتن که فعالیت شما سبب تخریب بنیاد مستضعفان آستان قدس زرزوی ستاد اجرایی فرمان امام نمیرونم کمیته امداد و غیره شده گویی که شما را در رقابت با اونها میدیدن خب این یعنی شما نگاه کنید دقیقا یه جمع بسیار بسیار کوچکی که نه سرمایه آقای اونو داره نه قدرت و امکانات آقایون نه چیزی رو قصب کرده نه توانای قصب داره داره با جایی مقایسه میشه که فقط اسم دینو داره عمل دین از آن جمعیت دوستان چه بسا از این عمل دین اصلا واهمه دارن اسم دین رو میخوان در این بنیادهای کاسبکارانه نشون که اصلا هیچ نسبتی دیگه الان با فقرا ندارن فقرا هستن به عنوان شاهدای زنده که میگن کسی به ما سر نمیزنه ما در وضعیت تلخی هستیم بنابراین اینجا بود که ما اومدیم گفتیم نه بزار مردم باور معنوی خودشون رو و اون رنج بالایی که داره آدم های دیگه میبینن در اون باور معنوی خودشون در بی نیاز کردن این بچه پیدا کنن در بی نیاز کردن این بچه از آسیب که داره میبینه از رنج که داره میبینه این باعث اقبال به ما شد و باعث یک جور اینکه اینها احساس کنن بله حالا در همون هم اشاره میکنه که پولا دیگه به سمت ما انگار نمیخواد بیاد داره خطرناک میشه جمعیت امامانی بعد هم میره ادامه میده که جمعیت امام علی داره خطرناک میشه که مواد مخدر رو داره میبینه یعنی شما وقتی همین دادنامه رو میخونید آقایون در مقابل تاریخ دارن ب ب ب ب ب ب براعت ما صحبت میکنن بعد هم که ما رفتیم دادگاه یعنی یک دادگاه برای انلال جمعیت اتفاق افتاد یک دادگاه تفتیش شعقاید که به بسیار بیمایست برای افراد جمعیت اتفاق افتاد و همش همین است چرا شما باید مثلا هزاران نفر از خدمات جدا کنید چرا باید ناامیدی ایجاد کنید چرا باید یأس ایجاد کنید چرا باید جلوی عشق ده هزار جانشو رو بگیرید چرا باید شیش هزار بچه رو به چرخه اعتیاد برگردونید این رو که پاسخی ندارن الان برش بده وضعیت اونهایی که تحت پوشش بودن آیا آماری دارید چگونه است و این هایی که در این مدت این همه داوطلب دانشجویی که کمک کردن آیا همچنان میتونن دارن سعی میکنن اینجور خدمات رو بدن من فکر میکنم انقدر اون معنا بخشی درد کودکان سرزمین ما به مایی که نهاد مدنی راه انداختیم نهاد خیریه را انداختیم انقدر قویه که تعداد زیادی از بچه های جمعیت میبینم الان مشغول کارن در ایران به عنوان نه یا دیگه با اون اسپه یه شکل جنبش و تعدادی که حالا بیرون اومدن دارن به اون تعداد کمک میکنن ما تونستیم خوشبختانه در این حال که آقایون خیلی تلاش میکردن که جمعیت از دست ما بگیرن چون به هر یه عنوان پرتمطراقی در جامعه بین المللی داره جمعیت در سازمان ملل ثبت و ربط خاصی داره دنبال این بودن که اینا هم به اصطلاح انحصار کنن ما تونستیم جمعیت رو بیاریم در خارج از کشور یعنی یکی از دلایلی که من اومدم در خارج است که من حاضر بودم واقعا هزار بار جانی هم دارم تقدیم سرزمین هم و مردم, هم، مردم هم کنم ولی مناسب دیدیم که جمعیت از دست اینا نگه داریم و به اصطلاح بیایم بگیم یه بیان دیگه هم نسبت به باورهای ملی، مذهبی، تاریخی ما وجود داره که بیان دگرخواهانه و ایسارگران است تونستیم اینو بیاریم و امیدوارم که با تمام سختی هایی که واقعا ملالت هایی که برای من داشت حداقل به خاطر جدا شدن از اون بچه هایی که عاشقانه دوستشون داشتم به خاطر آسیب های شدیدی که این مدت به مردم سرزمین هم دیدم که واقعا فکر کنم کمره هر کسی رو بشکنه خصوصا اگه کسی عاشق سرزمینش باشه ولی با این حال باید ادامه بدیم باید تلاش کنیم و اون چیزایی رو که همیشه به آدم ها می گفتیم وجود داره عینی واقعیه باید حالا در خودمون اگر دستش هم دادیم واقعی کنیم امید، عشق، ایمان و اینکه انشالله موجزه آزادی سرزمین اون اتفاق بیفته گوین که میدونم بازگویی آنچه که در بازداشت میگذره کار آسان نیست ولی ممکنه به شاید سخت در این تجربیاتتون در اونجا بپردازیم در این 129 روز مشکل ترین روزهاش چگونه بود؟ من اول یه سلامی و عزیز اون تو ماج ای کنم که در این شرایط هست و همه عزیزانی که یا این شرایط گذروندن یا دارن میگذرونن اسامی بسیاری است. خب شما میدونید که وقتی وارد فضای ها میشید یه سری آدم که به شدت از شما متنفرند و میخوان هر طور شده شما رو روسی های جامعه کنن و ازتون سند در بیرن. من فکر کنم روز اولی که بر دیسک گردنم که حالا همه میدونستن چیه یه ضربه بسیار محکمی بازجو از پشت سر به من زد و به اصطلاح دردهای بدنی من برگشت دردهای اصلا من برگشت خب خیلی برام سخت بود همین توهین همین رفتار واقعا زننده و بعد بحران دارویی که در من شروع شد بسیار شدید بود یعنی واقعا یا منو دیوانه می کرد که من در خیلی آدم ها دیدم یا وادار به خودکشی میکرد که باز هم من در خیلی آدم ها دیدم آدمایی که میخواستن هست شد یا وادار به اعتراف اجباری بحران دارویی که میگین منظور اینه که در مواد غذایی به شما دارو میدادن ای؟ من اینطوری حس کردم هم در مواد غذایی میدادن هم شما رو وادار میکردن که مثلا داروهای اعصاب بخورید و در یک زمانی داروی اعصابتون ازتون میگرفتن یعنی بازجو میگفت دیگه به این دارو اعصاب ندید دارو داروی خواب آور داروی ارزم بازو شما ضد استراب داروی ضد فضای بسته داروی ضد نور ارزان بازو شما ال که داره مغز اعصابتون نابود میکنه داروی ضد افسردگی تمام اینا رو به راحتی به شما میدادن و یه نکته که وجود داشت اینه که من احساس کردم مثلا همون روانپزشک دا بیمارسان بقیه الله داره یه جوری شما را تخلیل اطلاعات میکنه یه خانومی بود تخلیه اطلاعات میکنه و به بازجا میگه که این نقطه ضعفاش چیه ماه آخر یعنی وقتی داشتن از من سوال میکردن که این خانوم پرسید تو چرا دارو اصاب نمیخوری؟ تو چرا نمیدم که معتاده به دارو اصاب بشم و چه چیزایی دیگه ای که شما میبینی؟ تو چرا مثلا مشکل خوابتو با این دارو حل نمیکنی؟ چرا افسردگی تو که من گفتم ببین من بچه که ببینم بچه چهار سالم و همه این حال احوالم تغییر میکنه این بچه منتظر منه دیگه دنبال نگردید به من انگ روانی بذارید من برگردم برم سراغ خونه و زندگیم که این باعث این شد که در یکی از البته خانم منم هم دستگیر کرده بودن و من همش توهم اینو داشتم که خانمم الان کجاست چیه چطوریه اومدم به من گفتم برای روز چهارشنبه بگو که خانم و بچه هات بیان پیشت یعنی خانومم بعد از دستگیری بیاد پیش من و قبلش دائم به من میگفتم من یعنی این توی ذهن من کرده بودن که خانومتو تو میگیریم میبریم خونه ام با اون داروهای توهم آور بسیار, بسیار بسیار به هم زننده ذهن زن صبح چهارشنبه ساعت نه قرار بود خانومم بیاد نیمه ده یازده دوازده یک ساعت یک و نیم یک نگهبان کوتاه قد مفرفری بود جوانی بود که من میگم که با بقیه اشتباه نشه وقتی من بهش تلفن زدم که آخرین ارتباطم بود با نگهبانا و دیگه بعد رفتم توی فضای ایزوله بسیار وخیم این برگشت به من گفتش که بچه تصادف کرده بچه کوچیکم و این رفت توی مغز من بعد از اون منو بردم به یه اتاقی که دو تا اتاق بالاترش کابوس سید خودکشی کرده بود و یک ماه من کامل در این فکر بودم که خانومم خانه امن هیچ تماس تلفنی نداشتم هیچ ارتباطی نداشتم و بعضی اوقات انقدر حالم بد میشد با این دارو و این چیزها که جلوی دوربی خودزنی میکردم و هیچ اتفاقی نمیافتاد یعنی فشار مردمی هم بود که من بیام بیرون و فکر کنم دوستانم به این اعتقاد رسیدن که این دیگه از لحاظ روانی کاملا به هم ریخته البته فکر کنم اون بحران‌های دارویی بعدن اومدم در موردش تحقیق کردم هنوز با منه استراب خصوصا بعدش وضعیتی که برای چهار فرزند من پیش آوردم فرزندایی که تحت پوشش داشتم که کشتنشون بعدا دیدیم به اصطلاح به اسم خودکشی بعدا دیدیم روایات دیگری در جامعه به وجود اومد که این خودکشی ها همه سیستماتیکه و یک جور فضایی برای بازدارندگی مردم جامعه و یه جور تخریب ذهن در ضمن من فکر می‌کنم وقتی یه نفر بیرون میاد تازه همه فکر آزاد شده در حالی که فشارهای بسیار بسیار مرگبارتری براش به وجود میاد من مکرر تهدید داشتم هم خودم هم خانوادم این تهدید از توی رسانه هاشون بود شما زیر مشرق نیوز و کیهان رو میگردید این کلی فخاشی که باید به خانوم من میگفتن این توهین به مقدسات کرده اگر نکشیش ما میایم خودت و میکشیم بهتون تجاوز میکنیم و آسیب میزنیم مکرر این فشارها وجود داشت و بعد هم که ما شاهد به اصطلاح ویران کردن جمعیت به چشم خودمون بودیم و یه جمله که نماینده دادستان تو دادگاه در روز محرم برمیگرده میگه که جمعیت عددی نبود ما تونستیم جمعش کنیم من این جمله عددی نبود ما تونستیم جمعش کنیم مثل روایتی است که در آشورا کسانی که حسین و یارانش رو کشتن به یزید میگن میگن عددی نبود نگران نباشید جمعشون کردیم امیدوارم که این عدد بلای تاریخشون بشه آقای ممنون نجات سپاس کذارم از که دختیار بی بی سی منم بسیار بسیار ممنونم از شما خیلی متشکر سپاسگزار از مخاطبین شما